اساتید دانشگاهی در هلند هشدار دادند که برخی قوانین عملا فقط مسلمانان را هدف قرار می دهند. به گزارش شیه ویوز به نقل از دیلی صباح، مارتیجین دکونینگ از گروه مردم شناسی و جامعه شناسی دانشگاه هم استردام در این باره به خبرنگاران گفته، در هلند در گذشته مقررات قانونی مؤثر بر گروه های مذهبی اعمال می شد، اما اکنون اقدامات اخیر به طور کامل علیه مسلمانان اعمال می شوند. در ماه آگوست هلند ممنوعیت برقع، حجابی که در آن صورت پوشانده می شود، را در مؤسسات عمومی اعمال کرد. مقامات گفتند لباسهایی که صورت را پوشانده است مانند برقع دیگر نباید در مؤسسات دولتی مانند مدارس، بیمارستانها و دفاتر دولتی و اتوبوسها و قطارها پوشیده شود. این ممنوعیت اولین بار در سال 2005 توسط سیاستمدار افراطی جناح راست گرت وایلدرز پیشنهاد شد. در ماه می پارلمان هلند برای دومین بار لایحه‌ای را برای ممنوعیت ذبح شرعی و حلال وضع کرد. علاوه بر ممنوعیت برقع و محدودیت‌هایی که در مورد ذبح حیوانات وجود دارد، آری اسلو وزیر آموزش و پرورش هلند در ماه سپتامبر دستور بازبینی مدارس ارائه دهنده معارف اسلامی را داد. دکونین گفت مواردی از قبیل ممنوعیت ذبح حلال و محدودیت آموزش دینی سایر گروه های مذهبی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. پروفسور آن لیز مورز از دانشگاه آمستردام همچنین به خبرنگاران گفته سیاستمداران از الفاظی ضد اسلامی به عنوان ابزاری برای کسب رأی استفاده کردند که هر محدودیتی اکنون مسلمانان را هدف قرار می دهد.